عرض سلام و درود دارم خدمت همه عزیزانی که نشستن پای برنامه گفتگو از شبکه جهانی دریملند. حمید قاسمی هستم، افتخار اینو دارم که در خدمتتون باشم. امروز یه مهمون عزیزی کنار ما نشسته، ایشون سرکار خانم مهناز پورلطفی هستن، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی. توی هفته‌های گذشته بهتون قول داده بودیم که یه کارشناسی رو در خدمتشون باشیم که بتونیم یه اطلاع رسانی راجع به مسائل چه مهاجرت چه دیپریشن و انزایتی که قبلا قولشون رو بهتون داده بودم این مسائل رو مرور کنیم، ولی من خودم اطلاعاتی نداشتم به شخصه. امروز افتخاریم داریم که خدمت سرکار خانم پورلطفی هستیم. لطفا سلام علیکتون بفرمایید و سراغ بحث بریم. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم و شما دعوت کردین از من باعث افتخاره به این برنامه بیام و سلام و درود میفرستم بر بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستم. سپاسگزارم. خانم پورلطفی، یه خود راجع به فعالیتاتون راجع به تخصصتون میشه در توضیح بدین بر بینندگان؟ من کارشناس ارشد بالینی، روانشناسی بالینی هستم و حدود 10 سال هست که به طور تخصصی فعالیت میکنم. دارای مرکز مشاوره نسیم که در اهواز دایر بود، اونجا فعالیت هایی رو در زمینه درمان و کلاس هایی رو در زمینه آگاهی دادن به افراد در زمینه های متفاوت روانشناسی ارائه میدم. بسیار عالی. نمیدونم چقدر به برنامه ما توی برنامه گفتگو آشنا هستین. رسالت برنامه گفتگو اینه که ما سعی میکنیم که مسائل پیرامون جامعه ایرانی در استرالیا رو بیایم در برنامه گفتگو خیلی به زبان ساده، نه خیلی تکنیکی، بیایم مطرح بکنیم، از حضور کارشناسانی مثل شما در زمینه‌های مختلف استفاده ببریم. ولی مسیر برنامه ما فقط صرفا اطلاع رسانیه، قصد تجویز نسخه یا اینکه مردم چه کار بکنن نداریم، صرفا اینجا جهت اطلاع رسانیه. ممنون میشم که اگه بخورده اطلاعات راجع به روانشناسی یا روانکاوی یا فرق اینا اصلا چجوری هستن در اختیار بینندگان ما بذاره. روانشناس بالینی بیشتر خب کارش تشخیص هست و افرادی که مراجعه می کنند خب علاوه بر که تشخیص میده، یه سری متدهایی هم هست که روانشناس انجام میده برای درمان. روان پزشک موقعی استفاده میشه که حالا روانشناس، حالا اون مراجع کننده میتونه مستقیم پیش روان پزشک بره و یا اینکه روانشناس بالینی اگه فکر کنه که نیاز به دارو هست اون مراجع کننده رو به روان پزشک ارجاع میده. سرکار خانم، بیشتر ما که اینجا توی استرالیا هستیم و از یه فرهنگ و یه کشور دیگه اومدیم، آیا ما واقعا احتیاج داریم به یه روانشناس یا روانکاو؟ آیا ما در تو لیست به قول معروف خطر هستیم برای اینکه اومدیم اینجا، یه فرهنگ جدیدی هست و اینا، آیا احتیاج به مشاوره داریم؟ در اصل باید گفت که همه نیاز به مشاور دارن و در طول زندگی بالاخره یه مسائلی هست که روانشناس و مشاور آگاهی بیشتری در اون زمینه داره و صرفاً برای بیماری هم استفاده نمیشه. ما میتونیم خیلی مسائل رو که نیاز به آگاهی داریم، حالا مشاوره تحصیلی هم میشه انجام داد، مشاوره های حالا در زمینه خانواده، مشاوره های رفتاری و جنبه درمان فقط نیست، ولی ما میتونیم یه جزی از درمانم توی روانشناسی حالا در نظر بگیریم. کلن مشاوره حالا با روانشناس اینا همه خب یه طیف جداگانه‌ای هستن، ولی میشه استفاده، یعنی همه ماها، حالا من شاید خود یک روانشناس هم نیاز به یک مشاوره داشته باشه. اصلا بعد خانم که آدم بره یه روانشناس ببینه، این نشانه ضعف یا بیماری یه نفره؟ قطعا نه،
من فکر نمی کنم، این دیگه بستگی به دید افراد داره. بله. بعضی از افراد فکر می کنن که ضعف هست، ولی اصلا اینطور نیست. ما میتونیم هر جایی که احساس کردیم که نیاز به کسی داریم که به ما مشاوره بده یا درمان بده، حتما مراجعه کنیم به مشاور. واقعا کی ما اینو میفهمیم که احتیاج داریم؟ یعنی من این همیشه اینو برای خودم میپرسم، چون که من خیلی اطلاعات راجع به زمین روانشناسی ندارم. به شخصه من اگر سرما بخورم میبینم که آدم دکتر عمومی رو میبینم، اگه گوشم چک بکنه خب میرم متخصص گوش و حلق و بینی رو میبینم. چه زمانی من احتیاج دارم که برم روانشناس ببینم؟ یا اگرم احساس میکنم که این علائم مثلا برای من اتفاق افتاده، بهتر برم روانشناس ببینم یا برم روانکاو ببینم؟ ببینین، حالا این روانشناس، حالا بحث روانشناس خیلی گسترده و وسیع هست. ما قبلا یاد گرفتیم که حالا یه جاییمون درد میگیره، خب سریع پا میشیم میریم یه پزشک که ما رو حالا درمان کنه، حالا یا سردرده، چون اون درده رو حس میکنیم. ولی تو زمینه روانشناسی، تو زمینه بیماری های روانی، خب ما اون چون اون درده خیلی فکر نمی کنیم خیلی مهم باشه. حالا مثلا حالا من غمگین باشم، خودم درست میشه، چون دردشو حس نمی کنم. ولی خب دردش یه طور دیگه نشون میده. دردشو حالا اطرافیان ممکنه از افسردگی شما رنج ببرن، یا اینکه خود شما از افسردگی خودت رنج ببری، ولی فکر میکنی که خودت میتونی خودتو درست کنی. دقیقا. در صورتی که یه سری حالا شاید 90% شخص خود آدم باشه که بتونه، ولی با هدایت میشه درست کرد. و نیاز به حتما روانشناس هست توی زمینه‌هایی که حالا افسردگی، استرس، و به خصوص وقتی که بیش از 6 ماه شما دچار یک علائم افسردگی هستین، حتما باید به یه مشاور، یه روانشناس یا یه روانپزشک مراجعه کنید. خانم پورلا، توی شما گفتین علائمش، این علائم اگه بخوایم فهرست بار بگیم علائمش چیه؟ علائم افسردگی ناامیدی و گوشیگیری، انزوا، و علائمی هست که ما میتونیم اون سطح انرژی پایین میاد، یعنی اون انرژی که من باید برای یه فعالیتی صرف کنم، ممکنه این انرژی خب خیلی کم شده باشه. حالا من قبلا میتونستم ورزش انجام بدم، یک ساعت ورزش کنم، ولی الان حس ندارم، از جام بلند شم، از رخت خواب نمیتونم بیرون بیام و 5 دقیقه هم نتونم ورزش کنم. این ممکنه که از علائمش باشه. و این علائم حالا باید حتما 6 ماه مداوم من این علائمو داشته باشم تا من بگم که افسرده هستم. بله، افسرده هستم. ولی خب اگه من بتونم قبل از اینم بتونم به دکتر مراجعه کنم یا به یه روانشناس مراجعه کنم، خیلی مفید خواهد بود و شاید درمان رو خیلی ساده تر کنم. بسیار عالی. حالا این علائمش بود، دلایلش چی میتونه باشه که یه نفر، آدمی که سالم و خوشحال و خجالتی نیست و گوشه‌گیر نیست و ورزش میکرده، حالا فردا دیگه اصلا خم بوده است و کسل و ناراحت؟ علل افسردگی خب علل متفاوتی داره. حالا یه سری علل ممکنه یه علل شخصی باشه، یه سری خب یا اینکه تغییرات شیمیایی درون بدن باشه، یا اینکه از دست دادن باشه. حالا این از دست دادن ممکنه هر چیزی باشه، فرد مهم زندگی باشه، ممکنه ملکی باشه، ممکنه هر چیزی که برای فرد ارزشمنده، وقتی که اونو از دست بده احساس افسردگی و ناامیدی و ناراحتی و غم و اندوه یکی از مشخصه. اینجایی که میگیم که پس تمام ما که از یه جای کشوری مهاجرت کردیم و اینجا، همه یه جوری افسرده ایم، چون بیشتر هم خونه‌ای که بهش دلبستگی داشتیم ترک کردیم، عزیزانی که دور و برشون بودیم، فرهنگی که داشتیم باشون راحت بودیم، الان ما اومدیم وارد فرهنگ دیگه شدیم، وارد شهر جدید شدیم، زبان دلمون تنگ میشه برای زادگاهمون اینا. خب ما همه یه جورای علائم افسردگی باید داشته باشیم. طبیعتا بله، تو خود مهاجرت و
وقتی که اتفاق میفته همراه اون افسردگی و استرس هم همراهش میاد و یکی از علائم عمده مهاجرت اصلا میشه گفت که استراب و افسردگی هست و ترس از دست دادن هویت میتونه یکی از علائم باشه که توی مهاجرت نمود پیدا میکنه. و سیاره بعد با چجوری میتونیم اینو پیشگیری بکنیم؟ چون به هر حال مهاجرت یه چیزیه که خیلیش به قول من رو از پیش تعیین شده است. ما دلمون میخواد که مهاجرت کنیم، برنامه کنیم، خیلی چیزاش هم هست که اصلا نمیدونستیم، چون از محیطی که قراره درش زندگی کنیم اینا خبر نداشتیم. چجوری میشه این علائم رو زودتر تشخیص داد؟ شما چه توصیه ای دارین که بشه راحت تر این پروسه رو طی کرد؟ خب مهاجرت بر دو اصل هست که آگاهانه و ناآگاهانه صورت میگیره. حالا اون کسی که آگاهانه این مهاجرت رو انتخاب میکنه طبعا با این مسائل خیلی راحت تر کنار میاد، ولی اون کسی که ناآگاهانه تصمیم به مهاجرت میگیره و اطلاعات کافی از فرهنگ مقصد رو نداره طبیعتا بیشتر دچار این رنج بله دوچاره و ممکنه اون تبعاتش بیشتر باشه. بله. اگه من قبل از اینکه مهاجرت میکنم یه آگاهی، یه اطلاعاتی در مورد اون زمینه اون فرهنگی اون کشور کسب کنم و با اطلاعات کامل برم، مطمئنا تبعاتش کمتره. ولی خب هر مهاجری بدون استثنا اون استرس و افسردگی رو داره، ولی خب بسته که به اشخاص داره که چطور بتونن اونو منش کنن یا مدیریت کنن و با چه دیدی به اون مهاجرت نگاه کنن. بعد دپرشن و انزایتی شکلهای مختلف داره؟ مثلا یه نفر که دپرسه مثل یکی دیگه است، یا طریقه این که برش غلبه کنیم شبیه هم دیگه است؟ توی آدم ها شبیه فرق داره؟ ببینین متفاوت هست و علائمش خب یه علائم مشترکی داره. البته این علائم مشترک میدونین خب ممکنه بعضی ها هم هستن که علائمشون متفاوت تر باشه، ولی عمده علائمی که برای افسردگی گفته شده که باید چند تا آیتم هستن که اینا باید حتما در فرد وجود داشته باشه که ما باید میگیم که این فرد افسرده است و باید بیشتر از 6 ماه طول بکشه و اگه پایین تر از که بیماری محسوب میشه، البته درسته، بیشتر از 6 ماه این علائم در شما دیده بشه اون دچار بیماری افسردگی شدیم، باید حتما به یه روانپزشک مراجعه کنیم و درمان بگیرین. حالا این درمان ها میتونه دارویی باشه، میتونه حالا متد های دیگه روانشناسی باشه که یک روانشناس هم میتونه یه روان میتونه اون متد رو ارائه بده و متد های مختلفی هست که خود روانشناس تشخیص میده که چه متدی رو میتونه استفاده کنه که مراجعه کننده بتونه از پس اون افسردگی برداشته. افسردگی خطرناکه خانم؟ 100% 100% خطرناکه، چون که وقتی به مرحله حادش میرسه ممکنه منجر به خودکشی هم بشه. بعد کسی که افسردگی داره یا مثلا استرس داره ما باید ازش بترسیم؟ ترس من نمیدونم منظورتون از ترس اینه؟ خیلی عامه میگن از زبون عوام، مثلا میگن این آدم روانیه، مثلا دکتر روان قرص روانگردان میکنه، حواست به این باشه، این واقعا صحت داره؟ ببینین خب اون یه آدم معمولیه، حالا دچار یک حالا من سرماخوردگی بله دیگه داره. شما نمیتونیم بگین که خب این چون دچار افسردگی شده حالا یه فرد ترسناکیه، نه همچین چیزی نیست. اون یک فرد معمولیه که حالا قبلا یه آدم شادی بوده، حالا در اثر یه مسئله حالا
دچار یک حادثه شده و نیاز به درمان داره و باید درمان بشه. یه جنبندی خب خیلی بحث وسیع داشت، من توقع نداشتم که فهم کنم مثل یه بیماری که یه سری علائم داره و یه سری درمان داره توی چند خط بشه گفتش. واقعا معلومه که بحث وسیع داره، هر کسی هم باش یه ریاکشنی انجام میده. خب ببینین مسئله اون درمانهای فیزیکی و روانی این تفاوتش همین هست. حالا من تشخیص میدم که سرم درد میکنه، میتونم که اون نقطه کجاست، حالا با اسکن میشه یا با متدهایی که استفاده میشه میتونین تشخیص بیماره خیلی سریع و خیلی هم سریع نسخه دارویی میدین. ولی در مورد روانشناسی نه، یه خورده کار پیچیده تره و اینکه بخصوص که همکاری طرف، اون همکاری مراجع کننده هم مهمه. چه مسئله خوبی اشاره کرد. این درسته که میگن اگر کسی که بیماری انزایتی یا دپرشن داره باید خودش اول به خودش کمک کنه، باید خودش آمادگی اینو داشته باشه، اگر نه با قرص دارو نمیشه. ببینین نه که با قرص دارو نمیشه، ولی افراد باید خودشون تمایل داشته باشن به درمان و اگه تمایل به درمان نداشتن ما باید حتما از یک مشاور کمک بگیریم، از یک روانشناس کمک بگیریم که بتونیم اون فرد رو سوق بدیم به اینکه بعد وارد درمان بشه. سرکار خانم پور لطفی، شما خیلی مسائل خوبی رو مطرح کردیم، من الان یکم یادداشت کردم. فقط این برای من سوال پیش میاد که خب یک، ما مخصوصا آدمایی که یه چیزی رو از دست میدن یا یه تغییرات بزرگی در زندگیشون پیش میاد، مثل ما که مهاجرت میکنیم یا مثلا یه شوک فرهنگی بهشون وارد میشه، دلشون برای خونه و عزیزی تنگ میشه، خب در معرض این هستن که ریسکشون یعنی خیلی بالاست که دپرس بشن یا استرس بهشون وارد بشه. دو اینه که علاوه میشم اینه که یه آدمی که خیلی فعال بوده، شاد بوده، الان گوشه‌گیر شده، خموده شده و این مدت 6 ماه طول کشیده، این جزء علاوه میشه. و شما هم توصیه کردین که خب بهتره که برن یه نفر مشاوره بگیرن و به درمانش به قول معروف درمانو شروع بکنن. ولی همه این حرفا بیشتر بر اساس اینه که این آدما آگاهی اینو داشته باشن. همونجور که گفتین آدمایی که میان و مهاجرت میکنن اگه بدونن با چی مواجه میشن راحت تر از پسش برمیان. آگاهی نشون میده که تو میفهمی که چه علائمی رو درت وجود داره و به خودت کمک میکنی که بری روانشناس رو ببینی و روانشناس به تو آگاهی میده که چجوری بر مشکلاتت غلبه کنی. خب این آگاهی رو ما از کجا به دست بیاریم؟ همه اینایی که گفتین. خب این آگاهی رو یعنی جامعه باید بده، خانواده باید بدن، دوستان باید بیان بدن یا خود آدم باید بره کسب کنه؟ خب ببینید این آگاهی رو ما میتونیم از متدهای مختلف کسب کنیم، یا من خودم تو این زمینه میتونم برم دنبال اون آگاهی یا دنبال اطلاعات. و الان امروز هم که من فکر میکنم اطلاعات به قدری وسیع هست و ما خیلی راحت و سهل الوصول هست برای کسب اطلاعات، و بهتره که ما هم از جامعه آگاهی بگیریم، حالا از اون ارتباطاتی که حالا رادیو، تلویزیون یا اینکه هر چیزی که میتونه، حالا خانواده، حالا مشاورایی هستن که توی مدارس کار میکنن، و اینکه این اطلاعات من فکر میکنم همه جا براحتی میشه کسب کرد. فقط باید فرد خودش بخواد که این اطلاعات رو جذب کنه. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. شاید یه بریک بگیریم با بینندگان عزیز، برمیگردیم در خدمت شما. خواهش میکنم. خیلی ممنون. بینندگان عزیز برنامه گفتگو، همچنان از شبکه جهانی دریملند در خدمتتون هستیم. بحث ما با سرکار خانم مهناز پور لطفی خیلی داغ بود و ایشون خیلی اطلاعات داشتن که در اختیار ما
و شما بینندگان عزیز قرار دادن. حیفم اومد که توی وقت کم برنامه صحبتاشون رو قطع کنیم. به این دلیل تصمیم گرفتیم که این برنامه رو به دو قسمت تقسیم بکنیم. الان این پایان قسمت اول گفتگو با سرکار خانم پور لطفیه. ما این گفتگو رو ادامه میدیم و برای شما در هفته دیگه پخش میکنیم. همیشه شاد و خرم باشید، سلامت باشید. خیلی خیلی ممنون که با ما همگام و همقدر هستید. حمید قاسمی هستم، همیشه در خدمت شما هستم. خداحافظ.